است. نظام های کمونیستی داوطلبانه عرصه فرمانروایی را ترک نکردند. اقلیت نژادپرست آفریقای جنوبی هنگامی از حکومت دست کشید که مردم مظلوم آن سرزمین طی سالها مقاومت و مبارزه راهی جز تسلیم برایش باقی نگذاشتند. مبارزه بی امان و حضور میلیونی مردم یوگسلاوی رهبران خودکامه آن کشور را از مصدر قدرت به زیر کشید. استعمار بریتانیای کبیر را مبارزه و مقاومت مردم هند از پای در آورد. و این همه بیانگر این حقیقت است که لازمه مقاومت و مبارزه خشونت و خونریزی نیست. آگاهی، حضور در صحنه اعتراضات و تظاهرات، مبارزه منفی و تحسنها و اعتصابها و مهمتر از همه همبستگی و همدردی و همدلی است که در دنیای امروز کاربردی به مراتب قاطع‌تر و مؤثرتر در فروپاشی رژیم‌های خودکامه دارد. روندی که امروز در میهن ما به پاس روح آزادی‌خواه ایرانی آغاز شده است. هم‌میهنانم، امروز در ایران ما نسیم تازه‌ای وزیدن گرفته است که عطر آزادی از آن به مشام می‌رسد. امروز ما به ویژه جوانان ما بران شده‌اند تا سکان کشتی طوفان زده میهن را از دست ناخدایان گمراه گرفته و با شجاعت و آگاهی آن را به ساحل امن و آرامش و آبرو و آزادی برسانند. من امروز روشنتر از همه سالهای گذشته این کرانه آزادی و رهایی را در افق می‌بینم. من امروز ایرانی را می‌بینم که مردمش با تجربه آموزی تلخ خود از روزگار سیاه گذشته زندگی شیرینی را دوباره آغاز کرده اند. ایرانی آباد، ایرانی خالی از بغض و کینه، ایرانی بدون اعدام، بدون شکنجه، بدون زندانی سیاسی، مقتدر، ثروتمند، مستقل و با آبرو. من ایمان دارم که به یاری خداوند و با اراده و همت ملی، با مبارزه رو به گسترش خود، ما خواهیم توانست امید کسانی را که کمر به استمرار عمر این رژیم بسته اند به یأس مبدل کرده و سرانجام به حکومتی دموکراتیک و مردم سالار و جامعه‌ای خوشبخت و میهنی آزاد برسیم. هم میهنانم، من بار دیگر و به زودی با شما پیرامون نجات میهنمان سخن خواهم گفت. خواهرانم، برادرانم، بیایید به نیرو و توانایی خود باور کنیم. قلب من برای آن روزی میتپد که در میهن عزیزم، زادگاهی که 22 سال است از دوریش جسم و روحم در رنج است، با یکایک شما دیدار داشته باشم و در چشمان شما شادمانی و امید را جایگزین غم و ناامیدی ببینم. آن روز دور نیست، باور دارم، ایمان دارم، چرا که خداوند با ماست، زیرا ایمان و اراده ما با ماست. هم میهنان، امروز فقط اتحاد. خداوند نگهدار ایران باد.